گزارش میدهد. فساد مفسد بایستی مجازات بشن. تازه ترین سخنان رهبر ایران در حمایت از تشکیل دادگاه‌های ویژه برای برخورد با متهمان به فساد اقتصادی. این نامه‌ای که رئیس محترم قوه قضاییه پریروز به ما نوشتن، ما هم جواب دادیم و تأکید کردیم، این یک گام مهم مثبتی است برای مقابله با فساد و مفسد. اشاره به درخواست صادق لاریجانی برای رسیدگی اختصاصی به پرونده‌های فساد در شعبه‌های ویژه‌ای از دادگاه انقلاب با ترکیب 3 قاضی، دادگاه‌هایی که حکمشان قطعی، لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض باشد. به جز حکم اعدام که حداکثر 10 روز مهلت تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور را دارد. مفسد بدون رعایت هیچ ملاحظه‌ای بناست برخورد قاطع صورت بگیرد. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، شما مگر دادگاهید که میگید اعدام باید بگیرید؟ بعضی هاشون ممکنه اعدامی باشن، بعضی ممکنه نخیر اعدامی نباشن، حبسی باشن. سخنی که صدور حکم اعدام در این دادگاه ها را محتمل میداند و مورد استقبال بعضی از مقام ها هم قرار گرفته، از جمله دبیر شورای نگهبان. در مواقع اضطرار انقلابی عمل کردن عین قانون است و گاهی برای مقابله با فساد روال عادی مبارزه نتیجه بخش نیست. برای اینکه احکام قضایی مجرمان اقتصادی در طول مسیر رسیدگی و اجرا فلج نشود، باید دادگاه‌های مجرمان اقتصادی علنی، قاطع و سریع نتیجه باشد. تصمیم دستگاه قضایی شاید نتیجه این فریادها باشد. خشم مال باختگان مؤسسه های مالی و معترضان به وضعیت آشفته اقتصادی. اما همه با این روش که به محاکمه در دادگاه های صحرایی تشبیه شده موافق نیستند. نگرانی از قربانی شدن متخلفان خرد و فرار دانه درشت ها از عدالت است. ضرورت اتحاد ملی. حتی بعضی از مقام ها هم به عبور از قانون معترضند، از جمله علی مطهری نایب رئیس مجلس. بهتر بود رئیس قوه قضاییه قوانین و احکام مورد نیاز را از طریق مجلس به دست می آورد. نباید به هر بهانه‌ای متوسل به حکم حکومتی شویم. حکم حکومتی در جایی است که راه قانونی وجود نداشته باشد. با کسی که فساد میکنه باید برخورد کرد. اما دولت هم نگران است چنین روش‌هایی فضای سرمایه گذاری را ناامن کند. مشکل اقتصادی با بگیر ببند حل نمیشه. ممکنه بگیر ببندم یه گوشه لازم باشه. اساسش باید فضا آرام بشه، باید اعتماد پیدا کنیم نسبت به آینده، مردم ما اعتماد پیدا کنن. این اعتماد اما همین حالا هم اگر از بین نرفته باشد بسیار کم رنگ شده. مسئولان انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه می روند. اگر مثلا تو همین قضیه ارز و رهبر ایران مشکلات اقتصادی را نتیجه بی تدبیری دولت می داند. اگر دقت بود، اگر پیگیری بود، این فساد راهش بسته می شد. این درم دروازه رو نبستن، کاری که باید انجام می گیره انجام نگیره و فساد درست شد. و قدرتمندانی که ریشه فساد را در رقبای سیاسی می بینند. نمونه اش جلسه استیضاح وزیر پیشین کار. شما وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه رو بفرستید در خصوص فرزندان آقای ربیعی که امروز میگن اصلا فرزندان ما در جیران هیچ چیز نیستن، برن بررسی کنن. اگر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در خصوص کارهای اقتصادی اینا پرونده عریض و طویلی که امروز مشکلات اساسی وزارتمون است به شما ارائه نکردن، آقای پزشکان ورود شما از در نظر کنید. برادر پور ابراهیمی، آقای کهنوجی رو میشناسید شما؟ اگر ایشون مدیر عامل مس میشد مشکل شما با من اینچنین ادامه پیدا میکرد. بعضی هم مشکل اصلی را دستگاه‌هایی می‌دانند که زیر نظر رهبرند و به نهادهای انتخابی پاسخگو نیستند. این یک اژدهای هفت‌سره. فساد اینجوری است. مبارزه با این اژدها اما برای حاکمیت سخت است. اژدهایی که در این نظام سر برآورده اما حالا موجودیتش را تهدید می‌کند. یک سرش زدی، چند سر دیگه داره که بالا. باران عباسی، بی بی سی. با او مواجهه بشه.